مردی فهمید که عروسش به او خیانت می کند. پس در روز عروسی به او درسی داد. سلام دوستان. امروز یک داستان بسیار غیر معمول را برایتان خواهم گفت که در اینترنت هم بسیار معروف شده است. این داستان 2 سال پیش توسط کسی در اینترنت منتشر شد. او سرگذشتش را نوشته بود که چطور سختی ها را تحمل کرد و چه دوست دختر زیبایی داشت و دنیای محبوبی را برایش ایجاد کرده بود. او میخواست یک زندگی و فامیل قشنگی را بسازد و تمام زندگیش را به او اختصاص دهد. اما جزئیات این داستان عجیب را از روزن تیوی بشنوید. یک مرد جوان به نام کریک برای چندین سال با دختری به نام جنیفر قرار گذاشته بود. آنها در سال 2015 در ایام تحصیلاتشان در لندن همدیگر را ملاقات کرده بودند. کریک در معماری تحصیل کرده بود و جنیفر وکالت خوانده بود. آنها توسط دوستانشان به یکدیگر معرفی شده بودند و برای هم قابل اعتماد به نظر می رسیدند. کریک دوست شخصی به نام اسمیت داشت که از بچگی با هم آشنا بودند و هر دو در یک دانشگاه درس می خواندند. اسمیت تصمیم گرفت که مثل پدرش حقوقدان شود و اتفاقی در همکلاسی جنیفر شده بود. رابطه کریک با جنیفر خیلی سریع پیش رفت. جوانها به زودی جذب همدیگر می شوند و روابطشان را به عشق مبدل می کنند که روابط کریک و جنیفر هم آنگونه است. بعد از فراغت آنها یک آپارتمان کرایه کردند و برای چندین سال با عشق و محبوب زندگی کردند. کریک در یک شرکت بزرگ به عنوان دستیار معمار کار می کرد و دختر هم به عنوان یک وکیل شروع به کار کرد. در این مدت روابط بسیار صمیمانه‌ای با اسمیت داشتند و او یک دوست واقعی و قابل اعتماد این خانواده به شمار می رفت. آنها به تعطیلات با هم می رفتند و حتی کلید آپارتمانشان را داشتند. به نظر می رسید که خوشحالی آنها پایانی ندارد. حالا زمان آن رسیده بود که به فکر ازدواج باشند. در سال 2017 کریک انگشتر ازدواج را به جنیفر پیشنهاد کرد و جنیفر نیز قبول کرد. پدر و مادر هر دو جوان از انتخابشان خوشحال بودند. جنیفر آرزو داشت که یک عروسی بزرگ و شیک داشته باشد به خاطر اینکه در طول زندگیشان یک بار عروسی می کنند و این مراسم باید خاطره ساز باشد. پدر و مادر دختر او را حمایت می کردند و حتی بخشی از هزینه مراسم را خودشان بر عهده گرفته بودند. او تصمیم گرفت که مراسم را در یک پارک دارای رستوران و همه امکانات عروسی باشد برگزار کند و تعداد مهمانان بالای 300 نفر بودند. مقدمات برای آمادگی جشن عروسی شروع شد. اما بعداً مشخص شد که همه چیز اشتباه بوده است. البته نواقص کار از جانب عروس بود و داماد تمام تلاشش را کرده بود که معشوقش را مراقبت کند. با انتخاب دستمال سفره و محل اقامت مهمانان و حتی غذا را هم انتخاب کردند و روز فراموش نشدنی فرا رسید. مهمانان رسیدند و کریک از هر یک از آنها به گرمی استقبال کرد و با محبت والدین عروس را پدر و مادر صدا می کرد. همه ی دوستان جنیفر خوشحال بودند که او را چنین مرد شایسته‌ای ملاقات کرده است و او را در همه ی کارها کمک می کند. عروس به صورت باور نکردنی زیبا شده بود و در لباس عروس که لبخند زیبایش هرگز چهره او را ناپدید نمی شد. او در مرکز توجه همه بود. کریک تمام تلاشش را کرد تا دوستان و مهمانانش را قدردانی کند و برای همه کمی وقت می گذاشت. در نهایت وقتی که برنامه به آخر می رسید و زمان آن رسیده بود که برای عروس و داماد آینه بگیرند و در این زمان داماد از جایش برخاست و در صحنه رفت و عروس در استیج ماند. همه مهمانان سکوت کردند که سخنرانی عاشقانه مرد را بشنوند. داماد سخنانش را با سپاسگزاری و قدردانی از تمام دوستانش که تشریف آورده بودند و در این جشن خوشی شرکت کرده بودند شروع کرد. او از پدر و مادر عروس و وابستگانش سپاسگزاری ویژه‌ای کرد که چنین برنامه ویژه و غیر معمولی را تدارک دیده بودند. او از هر یک از آنها تشکری کرد که در این برنامه سهم گرفتند و از تحایف هر یک قدردانی کرد و از حضور هر یک از مهمانان سپاس ویژه کرد. اینجا بود که عشق از چشمان مادر جنیفر سرازیر شد و جنیفر از خوشحالی می درخشید. او نیز تعجب کرده بود.
وقتی که همه سکوت کرده بودند، داماد رو به جنیفر کرد و گفت: از روزی که ما همدیگر را ملاقات کردیم، تو را بیشتر از زندگیم دوست داشتم. تو تنها کسی هستی که با وی پیر شوم. دست همدیگر را بگیریم، خانه بخریم و فامیل قشنگمان را بسازیم. تصمیم گرفتم برای مهمانانمان تحفه بدهیم. این تحفه شماست که وقتی که در کنارت نبودم. به طرف مهمانان چرخید و گفت: همه می توانند پاکت چسب شده را از زیر صندلی هایشان بردارند، اما باز نکنند. مهمانان پاکت هایشان را از زیر صندلی گرفتند و آماده بودند تا باز کنند. در ابتدا مهمانان فکر می کردند که شاید هدایا و یا سپاسگزاری ویژه‌ای باشد، اما وقتی که باز کردند اوضاع خیلی پیچیده بود. در داخل پاکت عکس کسی بود، یعنی اسمیت، که او را به عنوان دوست خانواده عروس معرفی کرده بودند. آنها تعجب کرده بودند و این مضحک به نظر می رسید. در عکس نشان می داد که آنها بدون لباس بودند و کارهایی را انجام می دادند که دور از انتظار یک رفیق بود. مهمانان شوکه شده بودند و اینجا بود که داماد فاش کرد و مدت طولانی به دوستش اسمیت و عروسش مشکوک بود. خیلی وقتها پیش آمده بود. وقتی کریک از کار برمیگشت، اسمیت در خانه او بود و با جنیفر چای می نوشید. رفتار آنها دیگر مهم نبود و شاید هم تلاش کرده بودند، اما مرد احساسات بین آنها را متوجه شد و چند روز قبل از عروسی کریک گفت که چند روزی سفر کاری دارد، اما قبل از سفر یک دوربین مخفی جاسازی کرد که همه اتفاقاتی را که رخ می داد ضبط می کرد. داماد تصمیم گرفته بود که اگر به سادگی رها کند خیلی راحت است، اما او به آنها اعتماد کرده بود که بر وی خیانت کردند. لذا خواست که مراسم را لغو نکند، بلکه منتظر ماند تا همه جمع شود و آنها را فاش سازد. بعد از آن کریک مراسم را ترک کرد و گفت که من اینجا دیگر کاری ندارم. اما قبل از ترک کردن چهره عروس را خوب نگاه کرد تا فراموش نکند که چه خیانتی کرده است. این که بعد از ترک داماد در میان آنها چه رخ داده است معلوم نیست، اما مشخص است که خیانتکاران باید عواقب کارشان را تحمل کنند و چگونه در میان دوستان و خانوادهشان بی‌آبرو شدند. خیلی از مردم از کار داماد حمایت کردند و گفتند که بهترین فرصت را انتخاب کرده بود که در روز عروسی این را انجام داد، به جای اینکه چند سال بعد و در حضور بچه‌اش این کار را می‌کرد. خب دوستان عزیزم، این داستان امروز ما بود. لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت بنویسید که آیا پسر کار خوبی کرده است یا خیر. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.